امسال به امید خدا در اخباری که داریم به دلیل جایگاه ارزشمند و تاریخی چوگان در بین رشته‌های ورزشیمون برنامه‌ریزی شده در وزارت ورزش با همکاری فدراسیون چوگان برای اولین بار لیگ چوگان در 23 هفته انشالله از عرض کنم که امسال ابتدای سال آغاز میشه. بازی‌های پایانیش اختتامیش در دهه مبارک فجر هست، قرعه کشیش و همینطور مقدمات اولی از هفته دوم اردیبهشت ماه آغاز شده و میدونین که رشته چوگان یکی از رشته های اصیل و واقعا ارزشمندی هستش که در حال حاضر هم در دنیا خیلی خوب و جدی گرفته میشه. چوگان سالونی، چوگان در ساحل تنوع این رشته رو الان ایجاد کرده و ما عرض کنم که جزو کشورهایی هستیم که دو سه تا تاریخ برای چوگان عنوان کردن. یه تاریخ غیر قابل استناد داریم 5000 سال، یه قابل استناد داریم 3500 سال هستش که طبق اسناد و مدارک تاریخی خب الحمدلله ما چوگان در کشور داریم و زیربنای بسیاری از رشته های مدرن امروزیه. به عنوان مثال اگر در یک رشته مثل فوتبال میبینیم که خط نگهدار با یک پرچم کنار زمین قرار گرفته، این از دیرباز در چوگان رایج بوده. چوگان دروازه هاشو عنایت بفرمایید دو تا تیر دروازه عمودیه، به خاطر اینکه زمینش بزرگ از نظر مساحت تقریبی اگر بخوام خدمتون توضیح بدم یک زمین چوگان برابری میکنه با 8 برابر یک زمین فوتبال. بنابراین چون زمین بزرگه و تشخیص گل شدن یه مقدار سخت بوده، از قدیم پشت هر دروازه‌ای یک نفر رو به عنوان داور قرار میدادن که با پارچه‌ای که در دستش بوده اگر از دور گل میزدن و قابل تشخیص نبود، خط نگهدار پرچم تکون میداد به نشانه گل شدن و میگفت که گل شده. و بنابراین اون قانون الان در خیلی از رشته‌ها هست. یا در بازی چوگان هر گلی که زده میشه زمین ها عوض میشه. امروز در رشته های مدرن شما مشاهده میفرمایید زمین والیبال عوض میشه، زمین بسکتبال عوض میشه، زمین فوتبال عوض میشه. اینها همه الحمدلله ریشه در چوگان داشته که خیلی از قوانین امروزی در رشته های ورزشی در چوگان ما ایرانیان بوده.